از خونی زیابون شن، هم خونی زیابون شن، از خونی زیابون شن، هم خونی زیابون شن، از جامعه سفید آلم، از جامعه نمی پوشن، از جامعه سفید آلم، از جامعه نمی پوشن، هم ساری از سالم، هم آتشی در دوشن، هم ساری از سالم، هم آتشی در دوشن، ما آتشی در دوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتشی در دوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی نگو سلام بگو درود، نگو شعر بگو سرود، نگو شکر بگو سپاس، ولی مقصد اینجا ایرانه، یه گربه یه 7000 ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به حسین و علی شدن نماد ایثار، عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار، جواب یعنی مرد پرستی و ساختن امامزاده، تقسیم و توربین به تاریخ 7000 ساله ما. می نویسم از غروبم، از سقوط 7000 سال، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، او پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران. بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما، از دین پیشانی ها، دلهای سنگین شما. امیران سپاه شام، سرداران خون آشام، شما را مردگانی زنده میبینم، خدایان شما را بنده میبینم. پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. همزه هست که رو پوشیده از شهر میگذرد. برادران گرامی، آرزو دارم هر کجا هستید شاد و خوش و پیروز باشید و در پناه اهورامزدا زمانه و زندگی رو به شادی بگذرونید. شوربختانه هیچ مردم، ملت، قومی به بدبختی و بیچارگی ما نیستن. ما هی از خودمون تعریف کردیم و گفتیم و چه کردیم و چه کردیم و چه کردیم. 7700 ساله هر روز این ایران کوچیکتر شده، هر روز قربانی ها توش بیشتر شده. تعارف دیگه نداریم بایتون بکنیم، تعارف نداریم. وقتی بچه های شما رو میزنن میکشن، قتل عام میکنن، شما ساکت میمونید. وقتی به خاطر یک روسری بچه رو میکشن، بعد تو ننه، تو ننه، تو بابای مرتجع تازی پرست، وای چی شد خدا قبل. موزم براتون نشون دادم که خود
حمزه عموی پیغمبر اسلام میگه من این رو پوشیدم برای محافظت از شن صحرا. این پوشیده از شهر میگذرم و درستی میکنم. از غبار راه پوشیدم، با دشمنم چهره به چهره حرف میزنم. سینماگر بزرگیران بهشون نشون دادن، هر روز دارن میگن هر چیزی که از سوی تازیان اومده عامل بدبختی و بیچارگی ما بوده، هر روز ما رو دارن میکشن. بعد ما سکوت، سکوت محض، هیچی در موردش صحبت نمیکنه. این آخرش فریدون رفیق از ما، انسان آزاد بزرگوار، کیومرث پور احمد، آقا تو خونش به دار زدنش، میگن خودکشی کرده. منم اول باور کردم، اول فکر کردم که طفلی خیلی عصبانی بوده، بعد با خودم اندیشیدم که این مرد نمیتونه خودکشی کنه. این آثار شکنجه رو شما رو دستایی ببینید، برید آثار این مرد رو مطالعه بکنید، برید ببینید که چی میگفت، چی مینوشت، چی میساخت. این بزرگ مرد هر موقع من میدیدمش به این رژیم سرکوبگر تازی حاکم مثل گیو ماختن، مثل کیومرث که اسم خودش بود، گیو ماختن فناناپذیر، میتاخت، میتاخت به اینا. شجاعانه در برابر دشمن ایستاده بود. این همه مفخر ریختن اونجا دنبال جایزه و دنبال یک حقوق پشیزی بگیرن و زندگی ننگین خودشون رو بگذرنن، این مرد جونش رو گذاشت در راه عقیده آرمان ایرانی و از عزیز خودش. وقت شما فراموش میکنین، از کنارش هم میگذاریم. رژیم این همه سرکوب میکنه، شما از کنارش میگذارید. خیلی بدبختید، خیلی بیچاره اید. الان که دنیا سابقه نداره، دنیا الان دارید از سپتامبر، اکتبر، نوامبر، دسامبر، چهار ماه میبر بگیر، 8 ماه الان شدیدن گذاشتن پشتش. دنیا داره از شما حمایت میکنه، این دنیای جهانخوار. آقا داره از شما پشتیبانی میکنه که نظام ستمگر تازی رو از بین ببرید. آخ فراموش میکنه، فراموش میکنه، جوک میسازید. بری نماز جمعه، حج را آزاد کردن، برین خوشحال باشین دیگه، که مکه آزاد شد دیگه، برین حج تمتع، حج عمره برید. بعد بخت های بیچاره kalmasın kadehim, doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim, doldur be meyhaneci, doldur be meyhaneci, boş kalmasın kadehim, doldur be meyhaneci, hiç bitmiyor dertlerim, doldur be meyhaneci. Gedasat فقط برای انسان هست. ننت، عمت، بیبیت، زنت اگر خر مقدسه، چادر و چاکچور و روسری رو یه چیز خدایی میدونه، ای تا یه حد خره که خدا رو نمیدونه چیست و کیست و کجاست و چه میخواهد و نمیدونه که نشان تازیگری و صحراگردیست، مقدس نیست و آزادی نیست و عم خاله مقدس نیست، خره. سوارش شدن، بار روش گذاشتن، سوارش هم شدن. خر یعنی سواری مفتی هم میده، همونطور که پرویز صیاد سریال درست کرد. صمد سواری نمیدهد. انسان ایرانی خر نیست، سواری نمیدهد. چی کار کردم توی 1402 سال؟ با توی 1402 سال توی 43 سال چه کار کردم؟ چه بزرگایی رو، چه اندیشمندانی رو کشتند، یکی یکی نابود کردند،
نسل جوان از بین بردن. بلی زنده با دختان آریایی. این دختان سلحشور آریایی اینا دیگه الان رفتن رزمیکار دارن میشن. دخترای ما رزمیکار میشن، یک نفر 50 نفر حریف فردا رزمیکار. دخترای ما همیشه گردآفرید بودن، همیشه آریایی جنگیدن، همیشه شب زدن به قلب سپاه و نابودش کردن. این بار هم فقط امید از دختران آریایی برمیخیزه و دختران آریایی دیگه ننه و ننه بزرگ و عمه و خاله و خودشونو اسیرش نیستند. اسیر اینها بودن به همه ضربه زده. واقعا بزرگترینش من بارها گفتم بازم میگم تعارف ندارم. تفلی شاهزاده رضا پهلوی، پرنس رضا پهلوی الان اومده تو صحنه، خیلی هم خوب اومده تو صحنه، داره میره. ولی همیشون تا وقتی مادر بزرگش فریده خانم زنده بود نمیتونست فعالیت کنه، حتی اسم بچه هاشمون انتخاب کرده بود براش. البته اب نداره، ایمان نور اسم خوبی قشنگی، اصلا نور اسم ایرانی، نور از خورشید ایرانیه. ولی میخوام بگم اگه به خودش وامیگذاشتن، به زنش یاسمین وامیگذاشتن، اسمای دیگه انتخاب میکرد برای بچه هاش. همچنان که الان اینا در محافل خارجی اسمای دیگه استفاده میکنم. خب مادر بزرگه تا بود مقدس بود؟ نه مقدس نیست. شعبانو بارها گفته به من، میگفت ما تیک نزن فلان نکن، من دستم میگرفت میبرد روزه ابوالفضل رو، میبرد ما دعای ندبه و کبه. خب شعبانو گفته وقتی این زن خودش میاد به مادر خودش، بعد از البته وقتی که بود که همه رو اسیر خودش کرده بود فریده خانم، حتی شاه از دستش عصبانی بود. لیلا به من میگفت، میگفت مثلا در برابرش که قرار میگیرم ابهتش منو میگیره و من هرچی از دین و این مزخرفات متنفرم در برابر او سید اولاد پیغمبر. آقا یعنی چی سید؟ قداست ها رو باید بشکنید، انسان مقدسه. من خودم یادم همون روزای نخستی که وارد پاریس شده بودم، سالهای 1980، ایشون رو از فروشگاه گندم خرید میکرد اینا، ولی دیدمشو بعد ساکاشم سنگی بود و بعد برکان صحبت میکردیم، من عصبانی. اون روزا کلی رو در روز اعدام میکرد خمینی، کلی در جنگ کشته میشد. من گفتم این پدر سوخته گجسته که فلان. خمینی گفت آقا سید اولاد پیغمبر توهین نکن. گفتم چی خانم؟ گفت به سید اولاد پیغمبر. گفتم سید اولاد پیغمبر قاتل مردی که نه اصلا. خب تا وقتی زن بود شهبانو فعالیتی که الان داره نداشت، رضا پهلوی نداشت، الان این رو گذاشتن که رفت دیگه. خب آمدی تو میدون رضا پهلوی، نگاه مثل چی میپری و بیار رو صحنه برو فلان یا صحبت کن. یه بار دیگه میخواد رژیم هم استفاده بکنه از یک سری عکس و یک سری کارهایی که دور چیزایی که از دوربین یاسمین دزدید و اینا رو من زودتر از اومدم گفت الان دیگه راحت شد، نفس راحت میکشه. ولی تا قبل از اون من خودم میدونم یعنی که یه عکس از تو میگیرن، یه عکس از تو میگیرن با یک دختری رو داری ماچ میکنی، دختری میکنن داره اصلا منشی داشت هر کی سوسم یه ماچی کردی. آقا تهدید میکنی این به زنت نشون میدیم، اون رو به این نشون میدیم، آقا عکس زنت رو به اون نشون میدیم. خب آدم میترسه، ولی وقتی تو بیریز و قداست ها رو بشکنی همه چیز با سر همبندی حق بازی به چند وقتی انسان میتواند یک کاری رو پیش ببرد، ولی این کار دائمی نمیتواند باشد. چنته هر کسی که تو خالی باشد بالاخره معلوم شد. شما تو این ننه باباتونو خر مقدس ها رو میرن مکه و مدینه و کربلا و روسری و چادر و چاخچور و پیشانی و نماز و باید اینها رو ماه منیرشون کنید. ماه منیر مادر کیان، کیان پیر فلک، اینا باید چه مادر ماه منیر، مادر نیکا باید بشن، شاکرمی مادر مهسا باید بشن، امینی برادرشون دایره به دست با موسیقی میرن سر خاکش.
گردهای ما سرزمین دلیر آریایی گردستان همیشه همینطور بوده، در سوک یاران موسیقی و آواز هست. اینا ببینید شما، آواز هست، ازا نیست، ازا مال تازیه بوده و هست. وقتی رژیم اینقدر داغون شده شما به چی بند کردید؟ از چی میترسید؟ از چی میترسید؟ حجاب تموم شد، حجاب این نشان صحراگردی تازی تموم شد، هیچ کس دیگه به سرش نمی کنه توی ایران. حالا سینما میخوان فردا را ندن، مترو را ندن، دم موزه را ندن، اونجا بزنید اینا رو، یه نفر که بیشتر نیست، یک الاغ رو اونجا گذاشتن که شما رو اجبارتون کنه که روسری سرت کنی که وارد مترو بشی، هشت نفره برسید لطو پارش کنی، خونینش کنید. همینا میترسن ایران، چون الان اینو من به شما بگم، اینو من به شما قاطع میگم، نیروهای انتظامی با شماست، نیروهای امنیتی بسیارشون با شماست، این چهار تا پنج حرامزاده که میبینید اینور اونور هستن، اینها بیگانن، تازیان، اینها تازیان بیگانه هستن که هر روز میخوان ایرانی رو بدتر از دیروز کنن، منفورتر از دیروزش کنن و این بلا رو سرش بیارن به نام دین و پیغمبر و ام. شما اصلا همه اینا رو بیخشو بزنید، بگه اصلا من مسلمان نیستم. اکس مسلمان در دنیا الان کولاک میکنه، برید روی اینترنت ببینید اکس مسلمان، مسلمانان سابق، میگه اصلا من مسلمان نیستم. چی میگی؟ من زرتشتیم، روسری سرم نمیگم، من ارمنیم، روسری سرم نمیگم، من بهاییم، بهایی که بنده خدا دارن میکشن، اذیتشون میکنن، بهایی که بهایی کردن سیر فشاری که الان مقاومت که بهاییم میکنه که هیچ کدوم از شما نمیکنید که، همه انسان‌های نابغه نخبه، چون استعمار و این تازی‌ها نمی‌خوان ما نخبه و نابغه داشته باشیم، اینا میگن یکی یکی از بین می‌برن، زندان، شکنجه، قتل عام. به هوش باشید، به پا خیزید، بگید ما آریایی هستیم، ما ایرانی هستیم، ما تازی نیستیم. اونی که جلوی توری میگیره دم مترو دم فلان، اون زنه پیرپاتال چغندر خاله سوسکی که میاد تو رو میخواد زور کنه زر میزنه تو متری برمون، باید 20 نفر اولاق ها بریزید رو سرش، زن و مرد بزنیدش. وقتی اینا کتک بخورن که دیگه نمیان از غلطای تازی بکنن سرزمین ما. شما ببین خود عربستان سعودی کجاست، وقت عربستان سعودی صحراگردان در فضا، ملاها در خلا. جدید سعودی ها مکعبی است که 400 متر ارتفاع دارد و وسعت آن به 2 کیلومتر میرسد و قرار است با هوش مصنوعی و متاورس دروازه ورود بشر به دنیای جدید باشد. عربستان میخواهد در این آسمان خراش مراکز مختلفی از جمله هتل تا ساختمان های تجاری و تفریحی را در آن بگنجاند. بر اساس خبرهای منتشر شده به نظر میرسد که طراحی داخل مکعب چیزی شبیه به یک جهان واقعیت مجازی خواهد بود. این تجربه فراگیر اجازه میدهد وقتی پا به داخل
این ساختمان می‌گذارید، بتوانید فضایی مثل مریخ یا درون اقیانوس‌ها را تجربه کنید. این پروژه که شباهت آن به کعبه بی علت نیست، قرار است در مرکز شهر ریاض قرار بگیرد و این پروژه تا سال 2030 به بهره برداری می‌رسد. پایوران نظام خود ولایت فقیه دیگه قبولش ندارن. این یه آقای به نام مهدی نصیری، ایشون نماینده ولی فقیه بوده توی کیهان، بعدم به مسعود دهنمکی کار میکرد، بعدم یک نشریه اینا در میبودن که اینقدر فاشیستی و فالانجی بود و سالای قدیم که بیا ببین آقای آدم، ببین چجور ترتیب رهبرش میده. میگه همه این بدبختی مالی رهبره. چون چرا میگه اینا؟ چون میدونه رهبر مرده، میدونه که یک عروسک کامپیوتریه که توسط روسیه داره اداره میشه. روسیه یک عروسک اونجا گذاشته، شبیه او هم هست، بعد از چند میاد یه نطقی میکنه و میره. اینا همه میدونن، اینا نزدیک بودن به خامنه ای، میشناسن، میدونن روسیه توی ایران داره حکومت میکنه، قتل عام، کشتار داره. همین بسیاری از در مواضع مختلف امنیتی اطلاعاتی با شما مردم هستن، پلیس، سپاه، خیلی با شما هستن. شما باید خودتون نشون بدین، بعد ببینین اونها از شما حمایت میکنن. همون هنگامی که جنگ و دعوا و درگیری تو خیابون بود مگه یادتون رفته؟ پلیس میزد، میگفت ولش کن، 10 تا فیلمش شما ایشون دادم. الان هم شما وقتی یک کرخل که وای میستی یک جایی، میگه خانم چادر تو سرت کن، خانم فلان سرت کن، خواهد سرارا فهمه شد، بگیرید یقش رو اندازین زیر دست پا لش کنید، پلیس از شما پشتیبانی میکنه. من به شما قول میدم اینا. این مهدی نصیری ببینین چجور فاضلا بیزی رو سر کنید. تاریخ اسلام حکمرانی پیامبر و حکمرانی امیرالمومنین با هیچ موردی مواجه نیستیم که کسی را به خاطر بی‌حجابی یا به خاطر شل‌حجابی مجازات کرده باشه. هیچ سند تاریخی نداریم. یعنی شل‌حجابی بوده، بعضن بی‌حجابی بوده. امام گفتن برجام زهر یا طلاست، خب من معتقدم برای مردم طلاست، ولی برای مقامات تا اینجا که تحریم طلا بوده و برای اون البته جام زهر. یک مسئله بسیار مهمی که امروز باید بهش یادآوری بکنم، این جریان دولت موقتی است که اعلام شد و شخصیت‌های برجسته‌ای درش بودن که یک تعدادشون با هم همراه شدن. بعد الان شاهزاده رضا پهلوی رو، رضا، پرنس رضا رو دارن اذیتش میکنن. اذیت کردن پرنس رضا همون خواستهای اهریمنی است که میخواد تفرقه بیافرینه تا جنبش رو از هم بپاشونه. این تفرقه انداختن و جنبش را از هم پاشوندن توسط هر کسی که صورت بگیره خیانت به ملت ایران و به خون شهدای این از سپتامبر تا به امروز. بدین رو اولا من میخوام اینجا قاطع بگم که شخصیتی مثل امیر طاهری یکی از گنجینه‌های تاریخی ماست. امیر طاهری به چند زبان صحبت میکنه و یک ژورنالیست برجسته، نه تنها ایرانی، نه تنها برای ایرانی، نه تنها برای جهان عرب، برای دنیاست، برای دنیاست. ایشون وجودش هر جا باشه باعث افتخاره. افتخار میکنیم هر جا که امیر طاهری باشه. بدین ترتیب خود امیر طاهری یک حزبه، خود امیر طاهری یک اندیشه قویست. کسی جرأت نداره امیر طاهری رو سانسورش کنه. امیر طاهری، شاهین نجفی، خواننده است که جرأت و شجاعت و گستاخی رو که داشت مثل بقیه افشین فروتن، مثل گروه بالگرد، مثل خیلی از بچه های دیگه، مثل داریوش که اومده و اخیراً هم ترانه‌های خیلی خوبی خونده، بیگانه در این حال است. شاهین نجفی یکی از قدرتمندترین آوازخوانان نوین و انقلابی و خردگرا و ضد دین تازی بوده است. وجودش هر جای باعث افتخار. بدین رو من میخوام اینو بگم، ما هر کی رو ببریم بالا همونجا پایینش میره. بالا بردن آسان، زمین زدن آسان. بعضی وقتی میرن بالا نمیفهمه از کجا رفته بالا، نمیفهمه، فکر کنی خودش رفته بالا مثلا. نه اگر رعایت امور نشه میفتین پایین. با افتادن پایین شما انقلاب به تأخیر نمیفته، شما از محدود خارج میشه. تا حالا توی 43 سال ببینید چه کسانی اومدن از محدود خارج شدن. بعد وقتی که شما پشت یکی میگیره لازم نیست همه بدونن. اگر همه بدونن فوری هدف نشان فلان، اینا خیلی از موارد
بر اساس سنت دیرین 7700 ساله آریایی از زمان ایلامیان تا به امروز. شما به تاریخ مطالعه بکنید ببینید ما از چه مخمسه هایی عبور کردیم تا به اینجا رسیدیم و چه نفوذهایی بوده که ایران به اینجا رسیده. اگه نفوذ نبود مگه 43 سال ایران اینجوری میموند؟ اگه نفوذ نبود مگر این همه انتشارات و نشریات و کارا و فلان تو ایران میشد؟ این همه فیلم ها ساخته میشد، 50 سال فیلم بسازه که فقط 20 دقیقه به تو پیام بده؟ اینا همه یا کتاب های مهم به رضا شاه تو ایران چاپ بشه فلان بشه، یا مثلا برنامه های تلویزیونی زمان شاه یه همه عظمت شوکت اینا خارج شد، الکی خارج شد؟ اینا نفوذ، عناصر نفوذی بودن و هستن و همیشه کار کردن میکنن. الان همین عناصر نفوذی اگر چهار تا دو تار بردن بالا، اینا اگه پول روی بکنن، پرنس رضا پهلوی خودش، حزب خودش، گروه خودش، جریان خودش تشکیل میده و همه شما وقتی به رضا پهلوی پیوستید اون میره بالا، رضا پهلوی اون ارگانیزمش میره بالا، اونان که میان پایین. و همین دلیل رضا پهلوی شما بهش بپیوندین و اساتیدی مثل استاد امیر تاری حتما شما نباید تو اون جایگاه اونجا بشینید، نه خودتون جایگاهی که بسازید فردا اجتماع 1000 نفره 2000 نفره برگزار میکنید. تا این 43 سال از نخستین روزی که ما شروع کردیم به اجتماع برگزار کنیم، اجتماعات ما زیر 1000 نفر نبود، زیر 1000 نفر. تازه پول ورودی هم ازشون میگرفتیم زیر 1000 نفر. یه بار داریوش عزیز که اینجا آمده بود برنامه میخواست بیرون، موقعی بود که سال 96 ما اعلام کرده بودیم برای بازگشت به ایران و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، تیکر نکردیم، پشتش نبودیم، 10 نفرم بلیت نخریده بودن. بعد داریوش که وقتی رفت توی رستوران جتست مال دوست عزیزم فرزاد وحیدی در شانزلیزه رفت اونجا و صحبت کرد، گفت دیشب ما اونجا هیچ جور شده جور داریم، تازه حال فهمیدیم که پاریس تنها شهریه که مردم فقط برای خواننده نمیرن توی سالن، کسانی که کارگردانی میکنن، تهیه کنندگی میکنن، برنامه گذاری میکنن مهمه. خب این مهمی بوده، از ما هرگاه اراده بکنیم با مری از دال پاک اجتماعات 1000 نفر میتونیم برگزار کنیم و اصلا به سه چهار نفر هم اگه یه جایی راهشون دادن رفتن فلان رفتن پشتیبانی اینا کسی اینا راه نمیداد که. مرسی. خانم آقایون خوش کنم باز هم یه دست آنچنانی برای بند ما بزنی. ماشاءالله یکی از یکی محتر، واقعا خیلی قشن میزنن، خیلی خوب میزنن. با تشکر از آقا محمد مقدم، باز هم دست محکم بزنی براشون، بسیار عالی. آقای سعید خان خیلی ممنون، همونجا خیلی متشکر. درست گفتم آقای دادش خیلی متشکر، ایشون هم که الهام چه اسم خوبی داره، اینم که دوست خودمه.
براش دست بزنیم خواهش میکنم. خب دلتون میخواد چی بخونم براتون؟ چی نمیفهمم چی بدبخت مرمر مرمر آخه الان خسته میشین آخر شبه مرمر مال اول شبه ایز بدین یه آهنگ ترکی بخونم. خب من دیگه باید کم کم شب بخیر رو بگم و با این که دلم نمیخواد برم ولی خب دیگه باید رفتنیا برم به قول معروف. در نتیجه باید شب بخیر بگم بهتون و انشالله که شب برای همین من میخوام بگم بهتون که پرنس رضا پهلوی برای که رژیمم سوء استفاده نکنه خاموش شد با عربستان سعودی الان دیگه صلح کرد فلان کرد بخواد دکون اپوزیسیون جدیدی که واسه شد ببنده، نه پرنس رضا پهلوی میاد و شما به اون میپیوندید اون مسیر خودش میره بعد که هر کی دلش خواست میره با اون پیوند برقرار میکنه. انقلاب نوین ایران شهریاری تاریخی ایران به دو سه نفر بستگی نداره. ما به همه امکان و موقعیت این رو دادیم که در کنار هم قرار بگیرن. اونهایی که میخوان تکروی کنن و خود بزرگ بینی کنن خواهید دید، خواهید دید مثل برف آب خواهند شد، مثل برف آب خواهند شد. من میخوام سر تعظیم فرود بیارم پیش اساتید بزرگی مثل امیر طاهری و شاهین نجفی و دیگران که من اسمشون نمیخوام بگم، میدونم اعلام همبستگی کردن با پرنس رضا پهلوی. این کار رو دنبال کنید، ادامه بدید و پرنس رضا پهلوی از اون فاز سابق میاد بیرون، خودش میشه محور، محور خودش میشه. بعد اونجاست که هر کی خواست بومه پیوند، بعد همون محور رو ما میبریمش بالا، همچون که بقیه رو بردیم بالا، میره بالا، میره بالا، محور میره بالا، شما میبرید بالا. ما یعنی شما ملت ایران، ملت سربلند و مقتدر ایران. مقدس هم فقط انسان هست و برای ما فقط ایران مقدسه، هیچ دینی آیینی هیچ شخصیتی مقدس نیست. شما اگر دیدی مادرت در خریت روسری گیر کرده قداست نداره، بهش تذکر میدی، یادآوری میکنی، عکس شطور سوارا رو نشون میدی، فلان میکنی، عمت خود از اینجا با چون شروع کنی؟ شما تا موقعی که شطور سوارا صحراگردا تو خانه شما با لچک، ایران آزاد نمیشه. چون اون لچک ظاهر مغزشو پوشونده، از درونم اون مغز پوشیده که نیست، هیچ پوسیده است. تو باید ننت شروع کنی کارو، همون کاری که بچه های دیگه کرد. این نسل نو نیکا، سارینا، مهسا، کیان عزیزم، مجید رهنورد، شکاری، این نسل جدید، این نسل جدید از ذهنشویی خانواده ها عبور کرد، به اینجا رسید. حالا هم شما باید این کار رو بکنید، اگر ایران آزاد نمیشه. این پیرپاتالایی که همچنان چسبیدن به حج رفتن و خدا رو فقط در اسلام میبینن و در مکتب تازی و در کربلا و نجف، باید آدمشون کنید، باید آگاهشون کنید. اونجاست که به همه چیز دست. خیلی خوشحال هستیم که در کنار شما هستیم. انگیزه شما چی بود وقتی که شروع کردیم به انگیزه من این بود که صدا داشتم و این صدا هرز نره و تحت تعلیم یه استاد بزرگی قرار بگیره، چون اصلا من همیشه این بودم باید خودم باشم، نه ادا دارم، نه تقلید کنم، اون چیزی که هستم و اون چیزی که برای من مهم بود مردم بودم، که باید مردم رو من جلب کنم. من که مخالف نمیدونم، گفت نیش اقرب نداره که این هست، اونم یه راه میره، اقتضای طبیعتش اینه، اونی که میزنه و اذیت میکنه اینا، اون یه راهی برای خودش میره. من نمیگم بده، با اون راه خوبه برای خودش، ولی برای من بد بود. من دوست داشتم محبت کنم، عشق کنم، دوستی کنم، رفاقت کنم، اینا رو من دوست داشتم. درست. به اینا رسیدم. ببینین شما وقتی میخوایید بالا کوه
هدفت اینه که به قله برسی، وگرنه سرازیری اومدن از کو که مهم نی، تو سرازیر میای خستم نمیشی، ولی اونی که داره میری به قله میرسه اون هدف داره، هدف قله است. درست. من هدفم همون بود، من اسمم نمیخواستم گلپایگانی بمونه، من میخواستم یک گلپایی برای خودش تو این فامیل درست بشه و من اینو به وجود آوردم. خوشبختم که تونستم دل مردم رو به دست بیارم. 40 ساله من به همه کار خواستم بر علیه من بکنن، ولی من سکوت کردم، عشق کردم با همه اونا که بد بودن با من و نمیزم چه خصوصه، چرا چه سودی براشون داشت، ولی من با همه اونا خوبی کردم، هنوزم خوبی میکنم اگر اونا بدی کنن. بعد 40 سال تاریخ قضاوت خواهد کرد که من چه کردم، دیگران چه کردم. مهم اینه. مرسی از جوابتون. و از سن چند سالگی شما متوجه شدین که دوست دارین تو این زمینه ادامه بدین؟ و من از سن 4 سالگی 5 سالگی میداشت، صدا داشتم، میخوندم بل. مثل پسر آقای اوستا که الان میرخصه با اون قشنگی. بله. منم صدا با خودم که حس میکردم صدا دارم، ولی شعر بلد نبودم، به ادبیات آشنا نبودم، بالاتر از همینا به عشق ما نمیفهمیدم، محبت رو نمیدونستم، ولی اینا رو یکی جایگزین کردم، تونستم حالا لااقل یه گلپا کوچولو باشم. گلپای بزرگ. بله. و خوشتیپی یکی دیگه از شاخصه های استاد گلپایگانی بوده. ما با مهر یزدان پای کرد. آیا وقتی که شروع کردین فکر میکردین که انقدر محبوب بشین و مردم به شما علاقه مند بشن؟ من کاری با اون نداشتم، من یه هدفی داشتم که به اون هدف برسم، به اون هدف رسیدم. خوشبختانه مردم قدر اون هدف دونستن، دیدن من نه خودفروشم، نه پولکی هستم، نه چیز دیگه، من فقط به عشق. اون موقع که میخوندم به عشق میخوندم که دل مردم رو شاد کنم، بله، شعر قشنگ به مردم، ادبیاتم رو خدمت کنم. ولی بعد یواش یواش دیدم دیگه حالا بعد به جوان ها خدمت کنم، جایگزین کنیم اونا رو. بله. این هدف من بوده، من به اون رسیدم، من احتیاجی ندارم دیگه کار دیگه بکنم. ببینی من گلپا شدم، تاریخ قضاوت میکنه، نه میشینم من خودم بگم من نه، تاریخ قضاوت میکنه که چی کار کرد. خودم رو نفروختم، گفتن آقا نخون، من چون ایران دوست دارم، گفتم چش، چون دوست دارم مردم ایران رو دوست دارم، گفتم چش. یک نفر پیدا نمیشه بگه گلپا به ما یه بدی کرده، خودشون میدونم به من بدی کردم، ولی من خندیدم و دوستی کردم جایگاه و برگشتم. ببینید 40 سال اول، 50 سال اول چرا مردم گمراه شدن گلپا نمیگفتن؟ چرا رفتن دنباله؟ اصلا میگفت موسیقی پاپ ما میخونیم، میگفتیم پاپ چی، نمیدونست که این از یه کلیسایی شروع، پاپ اصلا موسیقی مال کلیسا بوده، نمیدونست. ولی من گفتم من موسیقی ملی ما میخونم، شعر حافظ سعدی و مولانا رو میخونم، من این موسیقی رو باب کردم. شاید یه ده میگن اصلا آواز رفته بود، نه آواز نمیره، یه کسی پیدا میشه پیداش میکنه، گره میزنه این دوستی ها، این صمیمیت رو. من یک دونی شعر بد خوندم، یکی شو بیاریم این بد خونده، یا واقعا یه شعر عربی خوندم، نه پلت نیستم، من ایرانیم، باید به وطنم خدمت کنم، خدمتم کردم، الانم راحت راحت نشستم. هر موقعی باید، ما لخت اومدیم به دنیا، با کفنم جیب نداره، با اینم میریم دیگه، اصلا چرا بدی بکنیم که این وسط یه فاصله ای رو ما رو زمین مهره بشیم که یه عده دیگه قلمدو شما باشن، از نام ما استفاده کنن؟ نه، من هیچ وقت، و این من به شما قول میدم، یه در دوستان ما هم اشتباه کردن به خودشون ارتباط داره، هر کی راه خودشو میره، هر کی دوستی، چون من نه سیاسی هستم، من فقط عشق، محبت، دوستی، شعر،
اینا رو بلدم. من آقا بیا آقا شما وزیری فلان شما هیچ کاری نمیتونه بیا وزیر مطالبات شد قانون شد فلان. آخه ما بلد تمره بریم خراب میکنیم. ما باید آوازو با مردم عشق و محبت موسیقی ما یه موسیقی عرفانی شعر ما یه شعر عرفانی. شما وقتی به یکی میرسی میگی دوست دارم ببین چقدر زیبا تا بگی من دشمنتم. من هر جا رسیدم یه دو تا من اگه با هم اختلاف داشتن گفتم باشیم با هم دیگه ماچ کنیم و کیف کنیم. دنیا به این چیزا شده بزن یه فاصله خیلی کمه. گفت به نامرادی ما و مراد خیش من هست که نه مراد تو مانه نه نامرادی ما. صبح شب میشه گریه کنی شب میشه که بخندی شب میشه. پس دیگه این دیگه دنیا به قولی یکی از دوستون گفت چند روزه عمر این همه افسانه نداره. ما یه مدتی آنیم رو این کار خاکی بدهکاریم به این کار خاکی. باید زحمت بشیم کیف کنیم تجدد پیشرفت. ببینی اگه قرار باشه شاگرد از معلمش جلو نیفته در جا بزنه علم میخوابه. شما ببینید هواپیماهای 60 سال پیش چی بوده موبایل بوده نمیدونم مردم دارن به کره ما نه علمه این تجدده. ما نمیتونیم برگردیم دوره به 100 سال پیش عقب زمان هوخشتره بگیم نمیدونم مرغ سحر ناله سر کن. مرغ سحر نبوده مرغ حق بوده. یک آقایی هم اومده به نام نداود اینو ساخته خب اون مال اون زمان بود خیلی هم خوب بود ولی الان میگه پشیمانم صبرم از آقو. اینه مسئله. ما باید دنبال این چیزهای جدید بریم. چرا اینا رو ما گذاشتیم کنار؟ آخه چرا بده؟ سوال خوبه. اتفاقا در مورد شعرهای پرمعنیتون صحبت کردین و میتونین توجه کنیم که تو شعراتون خیلی عشقتون و احساساتون رو نسبت به همسرتون بیان میکنین. سالیان ساله نه به همه میگم ولی خب سالیان ساله که اتفاقا شما با هم هستین این گلی رازه... که اینجای منه این عشقه. این اگه عشق نباشه گل نیست میشه اسم خار. درست توجه میکنین. شما به یه شاخه گل میگیری این شاخه گل که اول میگه تیغ هم داره ولی تیغاشو میکنی اون گلش رو نگر میداری لذت میبره از اون گل. حالا شما بیا اینا تبدیلش کن به یه دشمنی همش اعصابت را ناراحت از چرا من این کار کردم. خب بابا این اول یه فکر کن نکن عشق محبت دوستی کن. اون خودش هم که میخواد بدی کنه وقتی شدید هی شما بهش محبت میکنی خجالت میکشه. ولی خب میخواستم که راز موفقیتتون رو تو این زوج بگین که آدم ها بتونن درس بگیرن که چجوری سالیان سال اینجوری در کنار هم زندگی کنن چون این دوره همه تحملشون زود تموم میشه سعی میکنن مثلا رابطه شون عوض کنن با یکی دیگه آشنا بشن ولی این که مثلا چندین سال شما در کنار هم هستین خیلی چیز مهمیه و اگه بتونین مثلا بگین ببین خللی در این وجود نبوده. ببینین خلل نبوده یه جایی یکی از اینا یه عیبی داره. ماشین وقتی داره با اون سرعت میره وقتی با میسته شما باید ببینین عیب از کجاست. ماشین ماشینه کادیلاک کادیلاک لکسس لکسس بنزنید ولی اینا همه خوبن ولی یه جایی میشه که همون بنزم شما رو تو راه میذاره. ازدواج یعنی همین. شما اگه تفاهم نداشته باشین تحمل هم دیگر نداشته باشین بالاخره یا شما درست میگی من اشتباه میکنم یا من اشتباه میکنم شما درست میگی. خب اینه میشه با خوشی و کیف و زندگی و عشق و محبت اینه حلش کرد. آقا با دعوا و مرافع و خب این دیگه تو زندگی نیست این مردگیه به نظر من. مرسی خیلی متشکرم. یه خواننده ای که محبوب همه شما بوده 43 سال نظرن بکن بعد اون فرد با عشق تو ایران باشه با عشق تو ایران زندگی کنه در خارج از کشور گلپار میخوام میگم گلپار دارم میگم هر جا می رفتیم و میریم گلپار رو دست بلند میکردن تو خارج رو میکنن ولی آخرش میگه عشق من ایرانه به اون وطن عشق داره میاد پیش شما قطع شد ولی اینا 43 سال نمیذارن بخونه
ولی مثل شیر وای میسته، یک عده چجور رشد میکنن نمیکنن، همین باز تقصیر شما. فردین دق میکنه میمیره، دق میکنه میکشنه دیگه. این آخر کاره، دیگه این آخر کاره. آخرین سوت قطار هنوزم یکی پیاده، هنوزم یکی پیاده هنوزم یکی سوار دیگه، این آخر کار دیگه، این آخر کار. آخرین فرصت مونده، آخرین فرصت مونده، برای دیدن یار آخرین فرصت مونده، برای دیدن یار. هنرمندان ما حالا تو خونه به دار میزنن، صدایی هیچ کی در نمیاد، حتی همکارانش، حتی همکارانش. کیومرث پور احمد ها رو میگن، نکنید فردا تک تک شما رو میان تو خونتون دارتون میزنن بخاطر یه حرفی که بچت بزنه. الان دیگه بچه های شما مخالف شما، الان دیگه فرزندان شما توف میکنن به این سکوت 1400 ساله شما، توف میکنن به این سکوت 43 ساله شما. فرزندان شما نگذارید پیروزی بزرگی رو که به دست آوردید، چون برداشتن حجاب، برداشتن تفکر و پوشش تازی صحراگرد بیگانه بنی هاشم از ایرانه، کاری که رضا شاه کرد، بعد دوباره انگلیسی اومدن برگردوندنش. الان هم انگلیسی ها که بیکار ننشستن، استعمار روس و انگلیس هم همیشه متحد بوده، روس و انگلیس در رابطه با ایران همیشه متحد بودن برای نابودی ایران. و الان اینها روسیه تو چون در این جنگ اوکراین شدیدن گیر کرده، احتیاج داره که خارج نیرو بسازه و جمهوری اسلامی داره بهره رو میبره، ولی در ایران اهورایی من قاطع میگم و میدونم که ما بزرگانی در تمامی ارگان ها داریم، در تمامی ارگان ها شخصیت هایی رو داریم که ایرانی هستند و به ایران میاندیشند و اینها به خوشنودی اهورامزدا با شما همراهند. شما از این بعد کاری که باید بکنید، بچه‌ها باید برن همه خرد و بزرگ ورزش‌های رزمی یاد بگیرید، تکواندو، جودو، کاراته، کونگ فو، کشتی کچ، اینها رو میرید یاد میگیرید که دشمن که در برابرتون قرار میگیره یک نفره ده نفره بزنید. همتون بشید بروسلی، به ویژه دختان آریایی، به ویژه دختان آریایی، دختان آریایی سلحشور
بزنید این حرامزاده ها رو، اجازه ندید که کسان دیگر بار این روسری لچک تازی رو بخوان سر شما بکنن. این لچک تازی صحراگردای سوسمار و شاوش شترخور که این رو دیگه حمزه گفت عموی پیغمبر، گفت این رو من که مردمم سرم کردم که قبار صحرا منو آزار نده. لچک مال زن ایرانی نیست، لچک مال زن نیست، چه لبنانی باشه چه ایرانی باشه چه مصری باشه. اعراب هم فقط وقتی صحرا رو میخواستن ازش بگذرن برای عبور از صحرا که شن تو چشن نمیدون. به خدا چه ربطی داره؟ احمقه، احمق. خدا اینقدر بزرگ است، اینقدر بزرگ است که بی لاخ موی توی چلقوز چه ربطی داره، چه کار داره؟ اون لاخ موی تو داده که اصلا لخ ترافه دیگه. مگه تو وقتی از تو شکم ننت میای بیرون، به قول این آریا لخت میای بیرون، لباس تنته که از لاخ موی تو آتیش جهنم بسوزی، خاک بر سر ملتی که خاک بر سر ملت و مردمی که تحت تأثیر تبلیغات هیتلرها و دشمنان تاریخی خودشون رو به بردگی و بندگی کشوندن و امروز که فرزندان دلیرشون دارن بانگ آزادی میزنند، اینها ننگ تازی بر سینه میزنند. ننگتان باد مادر، ننگت باد پدر خر مقدس پیشانی پینه بسته. مهمان یاران، جز به شادی نکوشید، سلحشوری، دلاوری و رزم و نبرد رو بیاموزید. اهورامزدا با شماست. پروانه میخوام از برادر مهربانم دبیر کل تلویزیون پارس مهندس امیر شجری سپاسگزاری کنم و دستان گرم همه شما رو بفشارم تا برنامه دیگر. Historique pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux, ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در یک کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و کتاب سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشت نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او. قاضی در گوشی به خیام گفت: این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف می‌زنند.
نخستین متهم را صدا میکنم. دابه پاخی زد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب به او میگوید: تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضرب شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند: من باده خورم ولیک مستی نکنم، الا به قدح دراز دستی نکنم. دانی در ازم زمه پرستی چه بود؟ تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میداد: امروز که حکیم بزرگوار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از او میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت: وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت: در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در دفاع از او سخن بگوید.